نگاه کنید، این 1400. چرا نشون میدم؟ برای اینکه به شما ثابت کنیم که ما برخلاف ترجمه که اوایل از تستای بسیار ساده شروع میکنیم، کنکور با 99 یا 1400 شروع میکنیم که تو ببینی ما قرار چی کار بکنیم و سوال به چه شکل مطرح شد. خب سوالات این هاست، 152 کنکور 1400. قافیه که میگیم یعنی ردیف و قافیه، ردیف مربوط به سوال قافیه و قاعده و تفسیر یک قافیه سروده شده، دو سوال قافیه و خارج از این عنوان میتونه قافیه، میتونه قافیه در تستای دیگه هم مطرح بشه. حالا شاید در کنکور اینجا نگاه کنید، سوال 160 در کنکور 1400 دوباره گفته قاعده دو، یعنی دو بار ردیف و قافیه جدا سوال اومده، یه بارم در یکی از گزینه ها مطرح شده که میتونه به عنوان رد گزینه به ما کمک کنه. این کنکور 1400، 1400 سراسری داخل خارج نه. اینو هم نگاه کنیم، کنکور انسانی 99 نشون بدم به شما. چرا میخوای اول سوال نشون بدی استاد؟ برای اینکه اول به تو مسیر و نقشه رو ببین تو کجای کاری. این سوال قافیه است، 152 قافیه، 153 قافیه. دوباره در گزینه ها میریم پایین تر، در سوالات پایین تر که میری عرضم بودر شما در 158 از قافیه به عنوان یکی از گزینه‌ها استفاده کرد. خب یعنی ما قرار کنکور رو نگاه کنیم بعد بگیم ما قرار همه چیز رو بگیم، ولی خاطرت باشه 40-50% شکل سوال کنکور از سوالای قبل، شکل سوال کنکور، نگفتم این سوال. من با قافیه شروع میکنم، بعد کنکور 98 هم ببینیم چه خبره. اینم 98 بازم فقط در داخل ایران سوالات این قافیه، سوال 151 قافیه، سوال 152 قافیه. در گزینه ها نگاه کنیم ببینیم بازم اسمی از قافیه آورده شده در چهار گزینه. نه استاد، دیگه نداره. نتیجه کلام دو سوال رو در کنکور خواهیم داشت. من امروز بنا رو سر کنکور سراسری قرار میدم و ببین وقتی یاد میگیری کجایی کنی. بریم سراغ قافیه. اونایی که در ترجمه با من قافیه رو خوندن شاید دو بار قافیه کلن براشون در دو جلسه مختلف بررسی شد، ولی ما در نکته و تست گفتیم در اردویش ما سوال اول نشون میدیم، بعد قبل از اینکه اصلا بگیم سوال چطور حل میشه قاعده رو اول توضیح میدیم. اول توضیح مرور، بعد نکته و تسته. خب موضوع چیه؟ نگاه کنید، من بنا رو روی میذارم که ضعیف ترین دانش آموز کره زمین الان سر کلاسه بدون اغراق و فکر میکنم ان شاءالله رتبه 1 کنکورم نشسته. چرا این فکر رو میکنم؟ برای اینکه همه رو دوباره توضیح بدم که ضعیفم بفهمه. چرا فکر میکنم رتبه 1 نشسته؟ برای اینکه هر حاشیه‌ای طرا میتونه ایجاد میکنه رو به رتبه 1 هم توضیح بدم. رتبه 1 سرعت عملش همترین حد نکته تست مروره دیگه. یکی میگه من همه رو بلد بودم، وقتی رفتم نکته تست یه جور دیگه توضیح داده شد برای من و من یه جور دیگه مرور کردم، سرعت عملم بیشتر شد. این کمترین حده. خب عزیزان من قافیه، قبل از وجود قافیه ردیف اول قسمت هایی رو توضیح میدم، بعد متناسب با اون سوال بدشون چیه استاد؟ ردیف دو کلمه است که در پایان دو مصرع میاد، این هم نوشته میشه، معناش یکسانه. مثال
من به هر جمعیتی نالان شدم جفت